شما بیننده های خوب تی وی پلاس، خیلی خوشحالم که یه بار دیگه با یه برنامه دیگه در خدمت شما هستیم. امروز با یک بازیگر خیلی جوان و با استعداد که این روزا با سریال رهایم نکن حسابی مطرح شده قرار مصاحبه داریم. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم خانم دنیا مدنی عزیز. سلام عرض میکنم. منم سلام عرض میکنم. منم خیلی خوشحالم که اینجا در خدمت شما هستم. خانم مدنی، رهایم نکن حسابی سر صدا به پا کرد، مخصوصا نقش فرناز. بله، فهم کنم دلیل این سر و صدا کردنه این بود که خب خیلی اتفاق مشترکی بود که توی جامعه هم داشت بازتاب پیدا میکرد و همزمان با یه سری اخبار دقیقا همراه شد و دلیلش این بود، چون این اتفاقیه که الان خیلی داره توی جامعه ما میفته و ما بهش پرداختیم، واسه همین خیلی سر و صدا کرد. کلن وقتی فیلم نامه رو به شما دادم و دیدین نقش نقشیه که حالا مسئله تجاوز و تعرض جنسی و این داستان ها رو داشته، برای ما بگین اساس خودتون چی بود از اینکه یه همچین نقش چالشی رو پذیرفتین و اینکه فکر حدس میزدین که احتمالا با ممیزی و این چیزا مواجه بشه؟ حدس میزدم، ولی خب این اطمینان رو به آقای اسکرپور داشتم که میدونن چجوری به این موضوع بپردازن که هم حرفشون رو زده باشن هم مشکلی از نظر پخش نداشته باشه. ولی از نظر چالشی بودن برای من خیلی جذاب بود، چون اولین تجربه‌ام بود و میتونستم که هر اون چه که در توانم و فکر میکنم که پتانسیلش رو دارم به اجرا بذارم و خدا رو شکر این اتفاق هم افتاد و این فرصت به من داده شد. خوشحال بودم که اصلا چالش برانگیز بود، یعنی اگر خونسا بود خب اصلا دیده نمیشد. فکر میکنم برای در واقع رسیدن به این نقش و اجرای اون کار خاصی انجام دادین؟ تحقیقاتی، مطالعاتی، صحبت کردین با افرادی که این شرایط رو تجربه کرده بودن؟ صحبت نکردم، ولی ما در واقع ابتدای این که بریم توی بخش تجاوز از آگاهی شروع کردیم و خب اونجا من از در واقع پلیس آگاهی خب خیلی اطلاعات گرفتم که وقتی زنها این اتفاق براشون میفته چه ریاکشنی دارن، چه برخوردی دارن. حتی لحظه ای که مواجه میشدم با اون آدم اصلا پلیس اونجا بود و به من دقیقا دیتیل گفتش که اصلا یه خانومی اومد با همین شرایط که ما اجرا کردیم با کیف میزد طرف و فلان و اینا. بیشتر اطلاعات این نقش رو از خود آگاهی گرفتم و خب بعدش در واقع یه جورایی خودم رو میذاشتم در اون لحظه و در اون شرایط که اگر برای من اتفاق میافتاد من چه ریاکشنی داشتم. فکر میکنین که در واقع ماجرای ممیزی هایی که برای این نقش و حالا اون سکانس هایی که شما بازی کرده بودیم پیش اومد، برای ما یه بار قشنگ تعریف بکنیم که چه شد و چه چیزایی رد و بدل شد، چه واکنش هایی و فکر میکنیم مربوط بود به این ماجرای تجاوز هایی که حالا تو سیستان و بلوچستان اتفاق افتاد؟ فکر میکنم که همزمانی این دوتا باعث شد که اینو در واقع روش سرپوش بذارن. فکر میکنم که مربوط بود. دلیلی که خود در واقع سازمان گفته بود این بود که این صحنه برای مخاطبینی که حالا مثلا خانوادن پای تلویزیون نشستن ممکنه که آزاردهنده باشه، ولی فکر میکنم که بیشترین دلیلش اون اتفاقات اون تاریخ بود مشخصا، که در واقع یه جورایی انگار تحریک میکرد بیشتر و یه تجدید خاطره میکرد که چه اتفاقی داره میفته توی جامعه و یه جورایی مثل همه اتفاقاتی که ما روش سرپوش میذاریم روی این هم میخواستیم سرپوش بذاریم. انگار به عنوان زن جوان و هنرمند که خب دارین تو عرصه‌های مختلف کار میکنین، بازیگری، طراحی لباس و تو اجتماع حضور دارین، فکر میکنین که واقعا راه حل مواجهه با موزل بزرگی مثل تجاوزهای جنسی که متاسفانه الان میبینیم حتی در مورد بچه های کوچیک چند نمونه اتفاق افتاد، اون اتفاقی که توی مدرسه در واقع پسرونه افتادش و این اتفاقای اخیری که دیگه خیلی آمار وحشتناکیه توی در واقع سیستان و بلوچستان، فکر میکنین که
واقعا راه حل چیه؟ یعنی خب به هر حال بله حتما مطرح کردن این روی سریا تاثیر منفی میذاره، حتما پذیرشش صحبت دربارش سخته، اما فکر میکنین که واقعا راه حل این هستش که هیچ صحبتی دربارش نکنیم یا بهتره که دربارش صحبت بکنیم؟ به نظر من توی هر وجهی از مشکلات جامعه ما که میبینیم، بزرگترین مشکل اینه که ما ریشه یابی نمیکنیم ایچیو. یعنی ما یه روانکاو، یک روانشناس نمیاریم بشینه جمعی روی این آدم هایی که این عمل رو انجام میدن ببینه که اصلا این ریشه از کجا میاد. شاید این ریشه از همون خفقانیه که توی جامعه ما جاریه. یعنی هی ما داریم همه چی رو محدود میکنیم، هی داریم هی میگیم نبین، تو خودتو بپوشون که اون نبینه، یا هی میبندیم همه چیزو. هیچ وقت ریشه یابی نمی کنیم که اصلا ریشه این ماجرا از کجا داره میاد، و تنها راهکارش اینو میدونیم که خب طرفو اعدام کنیم. اوکی اعدام میکنیم، ولی این ریشهش خشکیده نمیشه با اعدام کردن. فهم کنم اگر روانکاوی بشه، بریم دنبالش، بریم پیدا کنیم دلیلشو، شاید نه اینکه بگم یک سال دیگه حل بشه، در دراز مدت شاید بتونیم که یک فرهنگ سازی بکنیم و روی مردممون کار بکنیم. چون ما به یه سمتی داریم میریم که خودمونم میدونیم خیلی سمت جالبی نیست. یعنی نه تنها تجاوز، خیلی اتفاقها. یعنی شما از فضای مجازی بگیر تا اتفاقاتی که روزمره ما تو خیابون میبینیم، میدونیم داریم جای غلطی میریم، میدونیم این مسیر به قهقراه، ولی هیچ کاری براش نمی کنیم. همجوری نشستیم فقط انتقاد میکنیم، فقط قضاوت میکنیم و همه چی رو خفه میکنیم. در مورد انتقاد صحبت کردی، واقعیتش اینه که به نظر میاد که مردم واقعا فقط انتقاد میکنن. یعنی حجمی از انتقاد که توی همین فضای مجازی یا توی فضای واقعی یا توی تاکسی یا هر جا میشینیم، همه از هم و از دولت و از همه چی فقط در حال انتقادن. فکر میکنی چقدر خود مردم نقش دارن تو مسائل فرهنگی و تو در واقع کاری کردن برای زندگی خودشون و برای کشورشون؟ من فکر میکنم که ما یه جورایی همش یاد گرفتیم که هر اتفاقی رو مسئولیتش رو بذاریم روی گردن کسی دیگه، و هر آنچه که در زندگیمون انجام میدیم میدازیم گردن دولت، گردن حکومت، و کلن خرد فردی رو فراموش کردیم. یعنی اصلا من به عنوان یه انسان خودم رو مسئول این نمیدونم که من دارم چه رفتاری میکنم. من خودم به عنوان یک انسان آیا انسان مفیدیم؟ آیا اصلا در جایگاهی هستم که انتقاد کنم؟ اگر من در جایگاه اون بازیگر، اون رئیس جمهور، اون کسی که دارم انتقاد میکنم ازش بودم، من ممکن بود چه ریاکشنی داشته باشم؟ من ممکن بود که چه روی کردی داشته باشم؟ ما کلن یادمون رفته که جامعه رو ما داریم تشکیل میدیم. یعنی اگر ما 8 دقیقه داریم مفید کار میکنیم، منم که دارم 8 دقیقه کار میکنم، دولت نمیگه بیا 8 دقیقه کار کن. میدونین چی میگم؟ یعنی من خودم مسئولیت رو سلب میکنم، از خودم میگم نه من دولتم اینطوریه، من حکومتم اینطوریه، پس من هیچ کارم. نه، جامعه از من شروع میشه، من خودم رو اصلاح کنم. و این از مردم ما کلن اینو قبول ندارن که خودشونو بعد اول اصلاح کنن. حتی تو بحث مسئولیتشون اشاره کردیم و حالا موضوع ما یه جوری داره رو محور تجاوز میره، تو خیلی از این اتفاقا مثل همین تجاوزا، حتی اون مورد در واقع آزار و اذیت جنسی که توی دبیرستان پسرانه اتفاق افتاده بود، که به هر حال یه کسی که نقش در پرورش و تربیت بچه ها داشت در واقع اونها رو به مسیر عجیبی کشونده بودش، تو همه اینها باز ما عوض این که مثلا مسئولیت جامعه رو بپذیریم و مسئولیت تازه به قربانی میایم میگیم تو چی کار کردی که به تجاوز شد، تو قیافت چجوری بود، لباس چی بود، این بچه‌ها خودشون حتما یه چیزیشون میشده، حتما تربیتشون درسته. یعنی همیشه تازه اون کسی که قربانیه انگار باید جواب هم پس بده. آره دقیقاً، مقصره رو میذاریم کنار، ما قربانی رو میایم استیضاح میکنیم اتفاقا، در صورتی که خب تو جلو خودتو بگیر. اوکی من اصلا بعد حجابم، تو چرا نمیتونی جلو خودتو بگیری؟ اون بچه دیگه ربطی به حجاب و چیز دیگه نداره که، اون بچه واقعا پاکه، بی تقصیره. یعنی یک رویه رو تو باش پیش گرفتی که
حاضر شده تن بده به این ماجرا و خب اونم جوونه و نه این نوجوان تو سن بلوغ دیگه از هر چی بگذریم دیگه خب تحریکش کردی دیگه، اینه که نمیتونی منکرش بشی. و خیلی واقعا یعنی فکر میکنم هر جای دنیا بود این یک فاجعه تاریخی بود و ما انقدر داره ساعت به ساعت توی جامعهمون فاجعه اتفاق میفته، همه اینا انگار یه سری پرونده است که آرشیو میشه چون ما لحظه به لحظه داریم فاجعه تجربه میکنیم. یعنی مثلا الان از اون تاریخ تا الان ما ببینیم چند تا اتفاق دیگه داشتیم، چند تا تجاوز، چند تا اتفاقی که واسه هر جامعه میتونه یک دگرگونی باشه ولی ما عادی ردش میکنیم و آرشیوش میکنیم. به من بگو تو این جامعه و با همین شرایط دنیا مدنی کارش رو از کجا شروع کرده، چه مسیر رو طی کرده که امروز در واقع بالاخره تونست با یه نقشی، چون میدونم که خب تجربه بازیگری رو قبل از این هم شما داشتین ولی با این نقش فکر میکنم دیگه حالا پرپیشنهادتر میشین و یه جورایی به مخاطب عام در واقع معرفی شدین. اون مسیرتون رو برای ما بگین که چجوری طی شد و امروز اینجا هستین. خب مسیره که از ابتدا به خاطر خانوادم شروع اصلا از اونجا بود، یعنی از پشت صحنه تئاتر و سینما و همه اینها. و من همیشه دوست داشتم که این بازیگری رو شروع کنم و مامان من همیشه مخالف بود و چقدر عجیب شده. آره یعنی بازیگری مطرح از کی؟ از سریال حضرت مریم که مامان من مادر حضرت مریم رو بازی میکردن که من قرار بود مثلا 7 سالم بود فکر میکنم قرار بودش که بچگی های مریم رو بازی کنم و مامان من نذاشت، که از اون موقع من بهش گفتم تو جلو پیش رفته منو میگیری. آره از اون موقع نذاشت و دیگه یه جایی انقدر من فشار آوردم که تقریبا 3-4 سال پیش بود این اجازه رو داد که من این تجربه رو بکنم. سر فیلم مفتابات بود، این یه اتفاقی بود که واسه خود من خیلی عجیب بود. فیلم مفتابات بود، ما رفتیم، خب هنر تجربه در واقع آینه رونمایی داره، آقای فامیلشون یادم، اون آقای که برنامه رو میگردوندن گفتن که تو بیا مجری شو. من مثلا بی دلیل تو زندگی مثلا این همچین کاری نکرده بودم، من رفتم مجری شدم، بعد برنامه رو گردوندم و اینا، اومدم نشستم مثلا من بودم، آقای رایگان بود، مامان، مامانم اینجوری من رو میکرد گفت من اصلا تو رو نمیشناسم، تو کی؟ یعنی اصلا انگار یه بعد دیگه ای از دنیا رو دیده بود که اصلا انگار مثلا یه آدم جدید دیده. و فیلمم که دید اصلا یه انگار دید جدیدی داشت که خودش هم دیگه پیگیری کرد که خب این خوبی هم بود انصافا. آره واقعا من خیلی اون فیلمو دوست دارم. و خب خودش هم اصلا شوکه شده بود که نه بابا این بچه اینقدر داره خودشو میکشه، واقعا یه چیزایی هم داره. بالاخره هیچی نداشت باشه جن رویتون داره. حالا اون به کنار، ولی واقعا این بی تاثیر نیستش که من خیلی خوب توی تئاتر پشت صحنه دیدم، یعنی حتی اگر یادم نگرفته باشم ادب است که آموختی حداقل میدونم که بعد چیه اون شکلی نباشم، تلاشم بکنم که اون شکلی نباشم. و خب خیلی تجربیات همه اون سالها اومد و شانس بعدی که من داشتم دقیقا شروع سریال رهایم نکن، مامان من رفت سر 2 سریال، یعنی سریال دیوار به دیوار و سریال آقای نمازی، و من اصلا مامانم رو نمیدیدم چه برسه که بخوام کمک بگیرم، یعنی هیچی. خودش هم میگه تو خودت بودی و خودت و دمت گرم که از پسش بر اومدی، چون من نتونستم کمک کنم. البته که خب قبل یک عالمه آموخته داشتم. و دیگه شد مفتاباد و بعد خیلی پیشنهادات شد که هی سعی کردم که علک کنم و چند تا کار کوتاه کردم و رسید به این که یه روز آقای اسکرپور من رو دعوت کردن دفترشون و من اصلا باورم نمیشد که من اینقدر خوشبختم که یه همچین نقشی به هم داده بشه، که
اصلا چطور تو به فکرشون رسیده بودی برای این نقش؟ دنبال یک بازیگری که دیده نشده باشه بودن و خب خانم رنگرزان دستیار آقای اسکرپور میدونستن که من بازی کردم و اینا. مامانم خب کار کرده بودن با آقای اسکرپور. روزی که من رفتم دفتر دیگه شروع کردیم بخوندن و اینا، دیگه یه ذره اطمینان براشون حاصل شد که میشه یه کاری کرد. ولی اینکه چطور واقعا نمیدونم چجوری من یادشون بود، چون مفتابادم اصلا ندیده بودن. ولی اینکه از کجا نمیدونم واقعا. این چیزی برام خیلی جالبه. من خب خیلی دیدم با بازیگرای مختلف که صحبت میکنی، میگن که خب ما وقتی بازیگری رو میخواستیم شروع کنیم خانواده‌مون خیلی مخالف بودن، پدرم اجازه نمیداد، مادرم اجازه نداد، پسر و دخترم نداره، در مورد همه صادقه. و خب آدم میگه خب اون خانواده‌شون به هر حال سینمایی نبودن و آشنا به این فضا نبودن. ولی این که رویا تیموریان به دخترش بگه که اجازه نداری بازی بکنی، نه به خاطر درسم بود. آره این یه مقدار عجیبه. آره نه به خاطر درس بود که فکر میکرد مامان مثلا من اگر که بیام به این سمت درسم خب چی میشه و فکر میکنم یعنی اصلی ترین دلیلش درس. طالب همون دغدغه‌ای که پدر مادر یاد دیدن. آره دقیقا. آره درس اولویت داره به بازیگری. آره آخرش هم درس من هیچ ربطی به این وادی نداشت، ولی بزرگترین دغدغش درسم بود. ولی چی شما؟ من خیلی چیزا خوندم. من خیلی از این شاخه به اون شاخه پریدم، شاید هم به خاطر اینکه خب الان تازه پیدا کردم که کجا با وایسم. من اول از همه که کنکور دادم مرمت آثار باستانی میخوندم همدان، بعد اتفاقات 88 که شد مجبور شدم بیام تهران به خاطر اتفاقات، و بعدش رفتم مجتمع فنی طراحی داخلی خوندم، هیچ ربطی نداشت. بعد رفتم مالزی فشن خوندم، اومدم ایران جهاد دانشگاهی فشن خوندم، دیگه تموم شد دیگه خدا بخواد. تو طراحی مد و لباس هم تا اونجا که میدونم خیلی سابقه خوبی داری، یعنی چند تا در واقع ایونت و نمایشگاه خوب تونستی برگزار بکنی. الان اون داستان هم گذاشته کنار کلن یا میخوای هم راه هم ادامه بدی هر دو رو؟ نه واقعا اون بادی خیلی برام جذابه، ولی خب شما هم خودتون توی محیطش بودین، انقدر محدودیت داره که آدم دیگه کلافه میشه واقعا. و در ادامهش میدم قطعا، و دارم الان یه گالری دارم که اونجا حتی دوستان هنرمندم هم هستن در کنارم و داریم با هم کار میکنیم. ولی خب انقدر هی جلومون گرفته میشه که نمیدونم که چقدر میتونیم پیشرفت کنیم چون سقفش محدوده. حالا چون بحثش پیش اومد میخوام بگم توی بحث مد و فشن واقعا چرا اینقدر حساسیت وجود داره؟ هیچ دلیل یعنی چی توی ماجرای لباس؟ چون اگر خاطرت باشه حالا من موقعی که مد آنلاین رو داشتیم با خود شما هم اونجا گفتگو داشتم، خب ما هم نتونستیم کارمون رو ادامه بدیم. و واقعا هیچ وقت نفهمیدیم چه چیزی در این موضوعه که اینقدر، چون شاید اصلا مخاطبای عادی ندونن که اینقدر حساسیت روی موضوع وجود داره و اینقدر موانع وجود داره. به چه چیزی گیر میدن به شما؟ چی رو اشکال میدن؟ مثلا موقعی که من داشتم مجوز میگرفتم بزرگترین موزل این بود که حتما هر طرحی که ما میزنیم باید تایید بشه. و خب تایید شدنش هم مستلزم اینه که کاملا پوشیده باشه و اینا. و خب ماها هم خب پوشیده طراحی میکنیم، مجبوریم که این کار بکنیم. ولی نمیدونم انگار که قرار یک عده خاص فقط به یک مراحلی برسن. یعنی شما هر سال که میبینی، یه مثال میگم، 10 نفر آدمن، هر سال همونا توی همون نمایشگاه شرکت میکنن، همونا 10 نفر هم موفقن، 10 نفر هم خیلی خوشحالن، بقیه هم که علکی دارن فقط وقتشون رو میگذرونن. یعنی همه این نمایشگاه هایی که ما دعوت میشیم، این همه بچه دارن کار میکنن با استعداد و هیچ کدوم دیده نمیشن، چون یک آدم های مشخصی باید دیدشن، مثل همه بخش های دیگه ای که در واقع ما داریم توی مملکتمون. فهم کنم قراره که یه الیتی باشن و اونا خودشون مشخصن کار کنن. کلا این استدلالات، حالا بجز اون بحثی که یه گروه خاصی ظاهرن این حمایت ها رو دارن، ولی خود استدلالات هم عجیب غریبه. مثلا همین که میگین گفتن لباس باید پوشیده باشه،
خب میتونه یه لباسی هم پوشیده نباشه. خانما همه لباسایی که تو جامعه نمیپوشن، بعضی لباسا هم تو خونهشون میپوشن، جلو خانوادهشون، جلو محارمشون میپوشن، تو مهمونیای زنونه میپوشن. خب برای چی اصلا باید هر لباسی حتما خیلی پوشیده باشه؟ یعنی خود این استدلال یکم عجیبه در مورد طراحی لباس زنانه. بعد اصلا کلن وقتی هی محدود میکنی آدم دیگه هیچ خلاقیتی نمیتونه داشته باشه دیگه. یعنی مثلا ما هیچ وقت توی طراحیامون آوانگارد نداریم، در صورتی که یکی از بخش‌های مهم فشن آوانگارده، که مثلا تو تمام آنچه که در ذهنت میریزی بیرون، بعد حالا ممکنه که اونو بیای کاربردیش بکنی، بتونی که قابل پوششش بکنی. و اصلا این اتفاق نمیتونه واسه ما بیفته. یعنی من به عنوان طراح انقدر دارم ذهنم رو محدود میکنم که این الان همه جاش پوشیده باشه، جایش سوراخی چیزی نداشته باشه، که اصلا دیگه به اون خلاقیت، به اون باز شدن ذهن نمیرسه. میدونی؟ بعد اصلا بزرگترین ماجرامون هم اینه که ما اصلا چجوری بگم، اصول طراحی رو بلد نیستیم. یعنی من خیلی از طراحا رو میبینم مود بورد نمیدونن چیه، مثلا استوری بورد نمیدونن چیه، در صورت که اصلا همه جای دنیا اولین چیزی که هست یه مود بورده، یا رو میزنه رو دیوارش بر اساس اون طراحی میکنه. یعنی هیچ کدوم از بیسای درست طراحی و اینا رو ما، فقط دنبال خیاطیم. یعنی فقط این که این الگو رو در اون الگوی، اصلا این عجیبیه. حالا نمیدونم واقعا تو حتی اینو بعد وصلش میکنم به بحث بازیگری، ولی تو طراحی الان شما مثلا برین اینستاگرام رو ببینین، اینا رو ببینین، پر از صفحات افرادیه که بالاش نوشتن یا مدلن یا طراح. هم بعد میری میبینی خدایا این برای چی به خودش گفته مدل، این برای چی به خودش گفته طراح، مثلا طراح مانتو مثلا تو خونهشون نشستم. خب این مانتو به نظر من اگه رو جیبش مثلا پارچه گیپور باشه خیلی قشنگه، بعد یه شوی لباس هم میذارم. اصلا چیزی به اسم طراح حرفه‌ای که مثلا تحصیل کرده باشه، بلد باشه، یا مثلا مدل، دقیقا اصلا همیشه برای من خیلی جالبه که خب هر کسی میتونه خودش عکس بگیره و خودش بگه مدل یا چی مدل. حالا جدیدن که این بلاگرها و اینا هم اضافه شدن، مثلا میگه چیکاره، میگه فشن بلاگر. شعرها فشن بلاگر، مقوله عجیبیه واقعا. ولی خب فکر میکنم اگر یه صنفی باشه و یه صنفی تعریف بشه، الان صنف مد و لباس هست، ولی هیچ در واقع کردیتی به عنوان طراح به تو نمیده که تو بگی من برم عضوش بشم، که تازه تو رو محدودتر هم میکنن. یعنی تو ترجیح میده که یه گوشه واسه خودت کارتو بکنی، اصلا باشون کاری نداشته باشی. یه صنفی وجود داشته باشه که مدیریت بکنه این ماجرا رو، خب فکر میکنم یه ذره الک میشن این آدما. یعنی یه کسی بیاد مثلا بگه خانم شما که نوشتی طراح، چه کاره ای؟ مثلا کو؟ مدرکت کو؟ کاری که داری انجام میدی اصلا استانداردی نداره. میدونی یه بحثش هم اینه که خب انقدر به رسانه ها و به خود طراح های حرفه ای فرصت ظهور و بروز داده نمیشه. یعنی ما اجازه نمیدیم مثلا رسانه ها بخش فشن داشته باشن. رسانه های رسمی رو دارم میگم، سایت های رسمی، شبکه های رسمی بیان روی این موضوع کار کنن. خب از چه طریقی باید مردم آگاه شن؟ بله. از چه طریقی باید بفهمن طراح یعنی چی؟ طراحیه وقتی ما یه فضایی رو بسته میذاریم و نمیذاریم در مورد اون هیچ صحبتی بشه، خب این تصور پیش میاد که خب اون که مثلا از رو خوش سلیقگی به نظرش میاد این پارچه به این پارچه میخوره و مثلا همونو میکنه مانتوشو میذاره، پس اسمش طراحه. سیاست گذاری بر این اساسه که این وادی در خفا بمونه دیگه، و من به عنوان یه طراح کاری از دستم بر نمیاد، چون من هر چقدر که بخوام. الان ما چند تا از دیزاینرانمون اونور دنیا کتواک داشتن، اونور دنیا خوش درخشیدن، ولی توی مملکت خودمون اصلا اسمشون رو میبری هیچکی نمیشناسه. ولی یه مزونی که داره مانتوی مثلا به قول شما یه دونه جیبش گیپوره، همه میشناسن. میدونی این البته که بحث فرهنگمون هم هست. یعنی ما هیچ وقت آرتیستامون رو نمیشناسیم، همیشه کامرشیال اون آدمایی که بهمون نشون میدن رو میشناسیم، خودمون دنبالش نمیریم که آرتیستای ما کیان. الان میدونی مثلا ما چقدر نقاشامون رو میشناسیم، چقدر موزیسیانامون رو میشناسیم. الان پاپ بگی 20 تا اسم هست، بگو مثلا چند تا آهنگساز فیلم داریم، چند تا موزیک کلاسیک، مثلا رهبر ارکستر، هیچکی نمیدونه. ما فقط افرادی که
قول معروف استارن و مشهورن و حالا به واسطه حواشیشون یا به واسطه نمیتونم اینکه خودشون خیلی سعی کردن دیده بشن، ولی در واقع اون ارزش هنری با شما موافقم، اصلا آدم های ارزشمند هنری رو نمیشناسیم و خیلی هم نمیشه بهشون پرداخت. ما خودمون در شبکه تی وی پلاس فکر میکنم بارها سراغ هنرمندای بسیار درجه یکی رفتیم که حالا به خاطر جمله بعدیم اسم نمیارم، ولی هیچ وقت گفتگوهای اونها که گفتگوهای خیلی هنری و خیلی دلنشینی بوده برای مخاطب جدی هنر ندیده شده، نه بازتابی داشته، نه مثلا کامنتی براشون اومده، نه هیچی، ولی کافیه که یه مصاحبه مثلا حاشیه‌ای خیلی سریع همه جا میترک. آره دیگه، الان تو اینستاگرام شما چقدر دارین میبینین که این همه آدمای واقعا ترسناکن، اصلا یعنی واقعا ترسناکن، بعد تریبون دارن، واقعا تریبون دارن که تاثیرگذارن، شخصیت تاثیرگذارن واقعا، شماره حساب میدن برای کمک بلافاصله، کلی پول جمع میشه، واقعا ترسناکه ها. یعنی ما داریم همینجوری ازش میگذریم، ولی واقعا اگر که سیاستمدارای ما بخوان که بدونن تو جامعه ما داره چه اتفاقی میفته، یه سری صفحات هستن که این حالا اسم نمیبرم، یه سری صفحات هستن که این گلچین میکنن این آدم ها. آره دقیقا، واقعا جامعه ما همینه، ما داریم به این سمت میریم. من خودم فهم میکنم که بچه من پس فردا قراره با بچه این بره مدرسه، واقعا این خیلی ترسناکه. یعنی جامعه من واقعیتش همینه. این آدم ها تعداد زیادی آدم فالوشون میکنن، برشون کامنت میزنن، لایکشون میکنن، یعنی اون که میگی اصلا اسمش قول همون صفحه، حالا من جسارت نمیکنم، ولی اصلا اون میگه یه آدمی که مشکل روحی ذهنی یا هر چیزی داره، اونایی که اونو فالو میکنن چی؟ همین که من میگم بحث خرد فردی همینه دیگه. یعنی من بارها بحث کردم با دوستام که میگن ما فالو میکنیم میریم میخندیم، میگم نه، واقعا ماجرایی نیست. تو داری اونو تبدیل به یه شخصیتی میکنی که اون الان تریبون داره که حرف بزنه، میدونی؟ یعنی الان اظهار نظر میکنن یه سریاشون راجع به یه سری اتفاقات، در صورتی که اصلا صلاحیت این کارو ندارن، یعنی اصلا در جایگاهی نیستن. مثلا بعضی از این شخصیت های تاثیرگذار اینستاگرام مثلا خطاب به نماینده مجلس گرفته، اصلا چرا؟ به عنوان یک شهروند حق دارن، به عنوان یه شهروند حق داره بیاد حرفشو بزنه، ولی اون احساس میکنه که الان به خاطر این فلان کی فالوئر یک شخصیتیه و در یک جایگاهیه که میتونه الان نظر بده. این دردناکه واقعا. بله. و این به همین که میگم به جای غلطی داریم میریم همینه. این جامعه ما الان فضای مجازی، یه بارم توی اینستاگرام هم من نوشتم، گفتم که مثل میمونه که توی خونه این فرشه رو میزنی بالا، میبینی زیر فرشه پر آشغاله، و فضای مجازی ما این اتفاق بود. ما فهمیدیم که چقدر ما مشکل داریم، چقدر مشکل و مریضی های روانی عجیب و غریبی تو جامعه ما هست. اینا خوب از کجاست؟ این که میگیم ریشه یابی کنیم، واقعا چرا نمی کنیم این کارو؟ به نظر میاد همین سرکوب کردن محدودیت ها و ممیزی شدیدی که تو این سال ها اعمال شده، چه بر مطبوعات و رسانه ها و چه بر فضای هنری به طور کلی، خب تاثیر خودش رو حالا داره نشون میده کم کم. این همه مثلا شما توی صفحه های حتی مدل های اروپایی شاید انقدر عکس های باز نبینین که توی صفحات خانم ایرانی میبینین، یعنی اونجا که اجازه این کار بهش داده میشه و میبینه که این رهایی هست، خیلی اگزاجره تر این کار میکنه، چون این ور یه خفقانی داره. خب چیزی که بر من شخصا خیلی عجیبه، حالا از بحث مدلینگ بگذاریم، توی جامعه سنتی مذهبی با قوانین سفت و سخت عرفی و شرعی که ما داریم، این روزا توی اینستاگرام می‌بینیم که خیلی زنان خودفروش و روسپی و اینا صفحه دارن و عکسای عجیب غریب و خیلی تعدادشون زیاده، خیلی زیاده. و من حتی وقتی این بحث این تجاوز و اینو شخصا خودم فکر کنم اینا میتونه با هم یه پیوندی داشته باشه، یعنی آدمایی که مرتب این عکس‌ها رو می‌بینن، اینا رو می‌بینن و ذهنشون مریضیای جنسی عجیبی توی جامعه ما هستش. من نمیخوام واقعا همش منفی حرف بزنم، ولی داریم میبینیم دیگه، داریم این اتفاقاتو میبینیم، چیزی نیستش که من بگم. یه ذره آمارامونو بررسی کنیم، اصلا نه من آدم سیاسی هم نه میخوام حرفای گنده بزنم، ولی آمارامون ترسناکه، واقعا ترسناکه. یعنی چه از نظر شرایط زنانمون تو مملکت، چه از نظر همین بیماری های جنسی که آقایون دارن،
به نظرم وقتی میبینیم داریم غلط میریم میتونیم اصلاحش کنیم. الان ممکنه جواب نده، 10 سال دیگه جواب بده، ولی یه جای استارتش رو باید بزنیم. دنیا به عنوان یک هنرمند جوان تو 2 تا عرصه هنری به دیوار ممیزی، به سد ممیزی خوردی، هم در طراحی مد و لباس گفتی که خیلی ممیزی ها اعمال میشه و این ماجرای سانسور و ممیزی رو داریم، و هم در بازیگری به خصوص حالا توی رهایان نکن این مسئله ممیزی برات باعث شد که در واقع حالا کاری که انجام دادی به خوبی و درستی دیده نشه. نظرات مختلفی در مورد ممیزی وجود داره. بعضی میگن این ممیزی باعث میشه که خلاقیت رشد بکنه و آدم ها مثلا به دستاوردهای هنری ارزشمندتری میرسن. بعضی ها هم نظرشون بر این هستش که در واقع اگر ما با ممیزی انقدر خلاقیم، پس ببینین اگر ممیزی نبود ما چه پرنده هایی بودیم و در چه ارتفاعی پرواز میکردیم. تو نظرت با کدوم موافقه و فکر میکنی ممیزی چه تأثیری به عنوان یه آرتیست روی کارت گذاشته؟ ببین من برای اون صحنه از یه ور دیگه میخوام ماجرا نگاه کنم. برای اون صحنه خیلی انرژی گذاشتم، یعنی زمانی که تموم شد همون یه سکانس اون روز گذاشته بودن، چون میدونستن که سکانس انرژی گیریه و قطعا انقدر از من انرژی میگیره که من دیگه سکانس دیگه ای نمیتونم بازی کنم. وقتی انقدر انرژی میذاری بعد میبینی که اکوپ هست نیست و سانسور میشه، این انرژی تو رو کم میکنه، یعنی توی با یه خلایی روبرو میشی، سرخوردگی ایجاد میکنه دقیقا. بعد تو دیگه اون انگیزه ها رو شاید برای اینکه اون انرژی صدر رو بذاری برای دفعه بعد، نه اینکه بگم من ندارم و، ولی وقتی تکرار بشه انرژی من میشه 80 میشه 70 میشه 60، هی کم میشه. اتفاقی که تو خیلی از بازیگرای ما میفته الان، توی خیلی از هنرمندای ما میفته، تو نقاشامون، توی نویسنده‌هامون، تو ادبیات ما خیلی این اتفاق افتاده. انقدر سانسور شدن که دیگه الان فقط دارن یه چیزی مینویسن که فقط چاپ بشه، غیر از این هم نیست دیگه، خودتون در جریان. فکر میکنم که این محدودیت‌ها، نه من خیلی مخالفم که آدم در محدودیت خلاقیت میتونه داشته باشه، چرا من نباید به عنوان یک انسان آزادانه فکر کنم و آزادانه به هر آنچه که دوست دارم ذهنم باز باشه برسم و یک جهان بزرگی رو ببینم و از اون جهان یک خلاقیتی به وجود بیارم و حالا هی اینو ببندم بگم ببین انقدر من خلاقیت داشتم؟ نه، این اصلا شاید به قول شما اون جهانه رو اگر من ببینم اصلا فوران کنه. یعنی نه، اصلا با اینکه در سانسور و در فضای بسته خلاقیت ایجاد میشه من باش موافق نیستم اصلا. کمی بیش از یک سال پیش، یک سال و اندی پیش، حالا یک کوچولوی ورانور، همین موقع ها داشتیم که برای انتخابات دور دوم تلاش میکردیم. میدونم که شما خودتون یک کسایی بودین که از آقای روحانی حمایت میکردیم، منم همینطور، و ایشون خیلی وعده هایی دادم برای در واقع بخش های هنری زنان و سینما و غیره. امروز فکر میکنید چقدر اون وعده ها عملی شده و فکر میکنید این موج انتقادی که به هنرمندها الان در واقع وارد هستش و مردم میگن شما ما رو تشویق کردین رأی بدیم و شرایط کشور اینه، فکر کنید چقدر اصلا ایشون واقعا قدرت داشتن و تا اونجا که قدرت داشتن چقدر عمل کردن؟ نظرتو برای ما در مورد این ماجرا بگو. من اول از همه، اولین جمله‌ای که میتونم بگم خیلی عصبانیم از رئیس جمهورم، چون که با ما حرف نمیزنه. یعنی ما هر چقدر که اعتراض میکنیم میاد مثلا راجع به یه چیزای دیگه حرف میزنه، اصلا انگار ما نیستی. یه پستی هم چند روز پیش من گذاشتم که دیروز یه مقدار حرف زدن دیگه، گفتن اینه که اعتراض میکنن و بعد بگیریم و به اشد مشازات برسونیم. نه من به عنوان جوون منظورم، اون اعتراضا رو کاری ندارم، میگم من به عنوان یه جوون این همه ما حرف زدیم، این همه فریاد زدیم. من هم دوتا انتخاب دارم، من میگم انتخاب من اینه، به من این وعده ها رو داده مردم، انتخاب من اینه، خب من مسئول
بیمسئولیتی یک آدم دیگه ای نیستم. میدونی؟ یعنی اگر یک آدمی به وعده‌هاش عمل نمی‌کنه، قطعا من هنرمند مسئولش نیستم. من خودم هم منتقدشم. من یه جاهایی ممکنه با کارش موافق باشم، یه جاهایی مخالف باشم، ولی من مسئولیت یک دولت رو که نمیتونم به گردن بگیرم. که من فقط اعلام کردم، اعلام نکنی میگه شما چرا سکوت کردی؟ اعلام میکنی؟ یعنی واقعا مردم یه کاری میکنن، آدم میشینه میگه تو بگو من چی کار کنم مثلا. یعنی یه بارم دیگه واقعا سر این ماجرا من نوشتم آقا من چی بگم به این فوش نمیدین؟ یعنی شما بگین من چی بگم، من همونو میگم. یعنی من به عنوان یه آدمی که تازه من اصلا آدم معروف و صاحب نظر و چیزی هم نیستم، من فقط به عنوان یه آدمی اون گوشه بس خواهم دارم یه سری چیزایی میگم و من رو مسئول این میکنن که تو خود گفتی ما به این رای بدیم، حالا کو؟ آقا من خودم هم الان مطالبه دارم و خیلی عصبانی هم، چون اصلا ما دیده نمیشیم، ما اصلا حرفامون شنیده نمیشه و واقعا داریم قشنگ پرس میشیم. یعنی نمیدونم داریم چجوری زندگی میکنیم، فقط داریم اکسیژن مصرف میکنیم و یه زندگی گیاهی داریم، فقط زنده ایم. خیلی شرایطمون دهشتناک میشه گفت هستش. من به عنوان یه جوون با این که حالا شما دارین میگین استعداد جدید فلان، ممکنه هزاران اتفاق باشه، دیده شده کارم فلان، آدم هایی من رو تشویق کردن که اسطوره منن در بازیگری، یعنی اصلا اسمشون میاد چهار ستون بدن من میلرزه، اون آدم ها به من زنگ زدن گفتن آفرین دمت گرم، ولی من به عنوان جوونی که تازه بازیگرم دیده میشه کارم انگیزه ندارم. میگم خب واسه چی؟ تهش قراره به کجا برسه؟ تهش من آدم خوشحالی نیستم، تهش از زندگی که دارم میکنم کیفیت زندگیم پایینه. میدونی چی میگم؟ تازه نسبت به خیلی از اقشار جامعه من الان در جایگاه مناسبیم از نظر رفاهی، از نظر آرامشی که توی زندگیمه. واقعا ما داریم پرس میشیم و من خودم هم مطالبه دارم، منم از دولتم عصبانیم، منم اطمینان کردم، منم یه جورایی احساس میکنم که شاید گول خوردم واقعا، ولی اینا مسئولیت های من نبوده به خدا. من فقط اعلام کردم که سلیقه‌ام چی بوده و انتخابم چی بوده. بسیار عالی. خیلی سعی کردی و با در واقع اتکا به خودت این مسیر رو بیایی جلو، تا حدودی موفق شد. چون ما میدونیم که خب خیلی از بازیگرایی که حالا پدرشون یا مادرشون سینمایی بودن یا در واقع تهیه کننده بودن، کارگردان بودن یا هر چیز دیگه، خیلی فرزندانشون رو تو این کار ساپورت کردن از سنین پایین، ولی خب شما این ساپورت رو از طرف مادرتون نداشتین، یه جور روپای خودتون اومدین جلو این مسیر. حتی که مامانم یه جاهایی هم گفته نه، مثلا گفتن دنیا بازی می‌کنی، گفتم نه. چرا نه؟ چرا؟ آره نه، نداشتم واقعا این ساپورت. با همه اینا می‌خوام بدونم که رویا تیموریان که به هر حال با ده ها نقش ماندگار توی ذهن همه ما ثبت شده، چقدر روی کار تو امروز تاثیر داره و چقدر روی بازی تو واقعا تاثیر گذاشته؟ خیلی. من هر آنچه که دارم از مادرم یاد گرفتم، یعنی اصلا همین که این در لحظه خودت رو در جای اون آدم قرار بدی، این خودش یک پروسه‌ایه که ترم‌های مختلف در دانشگاه آموزش داده میشه که تو چجوری خودت رو به عنوان یک انسان بذاری در لحظه زیست یک آدم دیگه. و خب اینو مادر من به من آموخته، هر آن چه که دارم مامانم به من آموخته. مامان من توی خیلی از آموزشگاه درس میداد، آموزشگاه کارنامه، آقای تاروخ اینا، خب من همه رو میرفتم. دانشگاه آزاد درس میداد که خیلی از بچه ها الان شاگردای مامان بودن، یادشونه که من میرفتم سر کلاس ها. خب از اون موقع من دارم آموزش میبینم. اگر که الان یک چیزی دیده شده و حالا مورد قبول واقع شده، قطعا حاصل اون آموزش هست. به عنوان فرزندش فکر میکنم که خب خیلی خوب همه ویژگی‌های مثبت و منفی مادرتو احتمالا میشناسی، بارزترین ویژگی شخصیتیش رو چی میدونی؟ وای خیلی قدرتمنده. یعنی
بزنم به تخته، هیچ چیزی از پادرش نمیاره. یعنی آفرین. همیشه این، یعنی اصلا من شکستن مادرم رو هیچ وقت ندیدم، خدا رو شکر. واقعا اینقدر این آدم قویه، اصلا آدم میمونه. اصلا چی در تویی که تو رو اینقدر قوی میکنه؟ مادر من خیلی مراحل سختی در زندگیش داشته، حالا زندگی خصوصیش من قطعا نمیتونم الان بگم، ولی من هیچ وقت ندیدم که یه جایی بشکنه. ممکنه در تنهایی خودش شکسته باشه، ولی این ویژگی بارزشه که همیشه انگیزه داره. همین الانش سناریو براش میاد به اندازه مثلا بازیگری که دفعه اولش ذوق داره و میخونه و ایده میده واسه خودشو، آره اینو اینجوری کنم، اونو اونجوری کنم، فلان کنم. الان مثلا من خودم سر کار بودم، یه عالمه جوون بودیم، بچه ها انگیزه ندارن به عنوان حتی جوونایی که میخوان دیده بشن، ولی همیشه پر از انگیزه است و پر از قدرت. بسیار عالی. وقتی که داشتیم برای طراحی سوالات سرچ می‌زدیم و این داستانا که ببینیم چه چیزایی از دنیا من در این وجود داره، فکر کنم بیشترین چیزی که در وارد وجود داره ماجرای ازدواج و جداییته. بگو ببینم قضیه چه، تو واقعا با یه بازیگر معروف ازدواج کردی، طلاق گرفتی، چی بوده داستان؟ نه واقعا اینطوری نبوده. ما یک رابطه خیلی جدی داشتیم که خانواده ها در جریان بودن و قرار بر ازدواج داشتیم و این اتفاق نیفتاد و من هیچ وقت ازدواج نکردم، هیچ وقتم جدا نشدم. حتی از طریق دوستان رسانه پیدا کردم اون سایت و زنگ زدم بهشون، گفتم که من فلانی همی خبر شما دروغه. گفتن نه راسته. گفتم آقا من خودم دارم میگم، خودشم منم، آقا خودم هم، من ازدواج نکردم. نه خانم کردین دیگه. حالا بعد جالبیش اینه که برای همه پیش میاد یه جوری که مثلا امید داشته باش، اشکال نداره. بعد الان جالبیش اینه که خبره رو اینجوری کردن که شک و شبهه هایی هست که این اتفاق افتاده بوده، الان خبره اینطوری شده بعد سریال. ولی نه اینطور نبوده. خیلی برشون سخت قبول کنه که آره، ازدواج نکرد. خیلی مثل این که برشون قابل هضم نیست. ولی نه، من ازدواج نکردم و جدا هم نشدم. فقط یک رابطه خیلی جدی بود که خیلی محترمانه و صلح‌آمیز تموم شد. مادر شما که با بازیگر شدن شما مخالف بوده، با ازدواج شما با بازیگر چقدر مخالف بوده؟ اینقدر ایشون انسان موجهی هن و انسان محترمی هن که واقعا اصلا اون تصوراتی که راجع به بازیگرای الان هست راجع بهشون صدق نمی کنه. بسیار عالی. و الان بحث ازدواج هنوز برات جدیه؟ یعنی دوست داری که ازدواج بکنی؟ الان توی این شرایط نه، خیلی برام ترسناکه، اصلا دلم نمیخواد این کار بکنم. بسیاری. نمیترسی از اینکه دیر شه، بچه دار بخوام بشن، این چیزایی که دغدغه آدم جمعه؟ نه انقدر الان دیگه همه چی پیشرفت کرده، بچه دار میشه شد تا یک عالمه وقت دیگه. هنوز فرصت دارم و ترجیح میدم که تجربیات خودم رو تو زندگی ببرم بالا. اگر قرار فرزندی داشته باشم با یه جهان بینی گسترده تری بتونم بچه هم بزرگ کنم. بسیاری. و برام بگو که این روزا یا در واقع پیشنهاد جدیدی رو تو بازیگری قبول کردی؟ کاری رو میخوای شروع بکنی؟ نه الان چند تا پیشنهاد داشتم ولی هنوز اون چیزی که باید و برام جذاب باشه هنوز اتفاق نیفتاد. بسیاری. خیلی ممنونم از وقتی که به ما دادین. خیلی خوشحال شدم که با هم صحبت کردیم. اگر در پایان حرفی با بیننده‌ها دارین رو به دوربین ما بفرمایید. من یه حرف دارم فقط، اونم اینه که امیدوارم نقش فرناز که من بازیش کردم ذره‌ای تونسته باشه اون حجمه دردی که این زنان آسیب دیده در واقع تجربه کردن رو ذره ای تونسته باشم که بازتاب داده باشم، چون میدونم که به عنوان یک زن یک اتفاقیه که آدم هیچ وقت دیگه اون آدم سابق نمیشه. امیدوارم که تونسته باشم این دینو ادا کرده باشم. ممنونم. بسیاری. منم از شما خیلی ممنونم. از شما هم که با ما تو این گفتگو همراه بودین تشکر میکنم.